Ассаламу алейкум, достон. Агар ким ба шумо чиптавои ҳавопаймо ба Делҳи давлатҳои рӯи дунё лозим бошад, пас ба авиакасаи тақдир муроҷиат намоед. Мо ба шумо кӯмак хоҳем кард. Чиптаҳои мо дорои кафолат, яъне вазорат обмен дорад. Бо дили пур, бо нархи дастрасу арзон метавонед харидорӣ намоед. Авиакасаи тақдир дар хизмати мо ва шумост. اشته تقدیم میکند عزیم میمتی نمیمیرد اگر در که باشد تو میمیری عبدالحی میمیرد من میمیرم ولی میمتی نباید میمیرد شما را فهمیدم اگر عبدالحی از کدام طرف میگذاریم اکا بیا با سر وزیر تلفن کنیم کار این خیر نمیشود باید زنگی او را انتظار شدیم خواهش می سردار سردار چی شد؟ نمیدونم اصلا این سفاره در اومدم عبدالله سیم پای تلفن رو از کار برام این کودر رو با جای به خطر بره
آدمان مرمتی آمدن. یعنی آدمان پولاد. یکی از آنها همون کل آمده است. آها همون. بسیار خوب، همانه که مرا همراه میمتی سوزاندن میخواست. اکنون هر دشان را برابر میسوزانم. آن مهمانی ناخوانده را دستگیر کنید. حاضر جناب. یک آدمی صادق داشته ای. اگر زنده بمانی نگرگایش رو میبینی جواد، هرچی با من و پسرم کردی جوابش رو میدی. به تو یک چیز میزیبد میمت، کبر و غرور دوستم. با همون کبر و غرور میموری. سلاحت را بگیر. سلاحت را بدمی بذارم وگرنه اینها را میپرم. عبدالقی سلاحت را بدمی بذارم. سردارت کجاست؟ در اینجا نیست، رفت. سردارت کجاست؟ اینجا حدود کشور بیگانه است، عبور آن سبب جنگ و خرخشه می شود. این عمل شما سبب خرخشه نمی شود. من سردار نیستم، از این کار خبر هم ندارم. عبدالحی، سردارشان درونی بیناست. پنهانی تعقیبشان کن. ما را نزد لارنز میبرد. خوب سردار. سردار، میمتی چی شد؟ من به سری او میروم. تو چشمانت را از خواهر و کودک نکن. اشته تقدیم میکند.
از این گناه ندارد. نان را بعد. این گناه نداشته است و یش گناه نداشته است. عباس دیدی یا خودی میمات فرشته بوده است. بگو جواد. حالی بطر میبینیم. بسیار افسوس که تو رو من نتوانستم مثل آدم بسوزانم. در این دنیا هر کس یک هنر دارد. سوزاندن از دستی تو نمی آید. عباس، به حلق این بنزین برس. حاضر جناب. علی مهمتی رو کجا کردی؟ یک آینده بسیار درخشان برای جیانم آماده کردم. او مثل پدرش نمی شود، سوی من تیر نمی اندازد. او رو من اسرائیل می فرستانم. او همچون افسری بسیار بیرم بر علیه مسلمانان پدرش تربیه می گیرد. اگر از همین خونی تو دسی قطره داشته باشد، وای بر حال فلسطینی ها. اگر در وجود او دو سه قطره خون من باشد، او جستجو میکند که پدرش کی بود. همه کارهای ناتمام پدرش را به انجام میرساند. چنان که من یک حجیره ای تو را باقی نمیمانم، آنها هم یگان حجیره ای که بیادش نامی تو را میارد نمیمانند. اول آدمت را می سزانم تا داد و فریاد او را بشنوی. درد و رنجی که می کشد به دو چشم سرت ببینی و پس آن خودت را می سزانم. عظیم، نشینم. نه ایلش نشین. چیکار کردی کازیم؟ برادر بهیلم کن، نتوانستم. اصلا تو مرا بهیل بکن. اگر میخواهید دستانتان را میکشایم تا باری آخری یکدیگر را با آغوش میکشید. عباس، آواز چیست؟ سردار علی مهمت کجاست؟ دست ماست. سردار رو با من ده. من میدونم با او چیکار کنم. برس
خودشا برای اشته تقدیم میکند. نمیتوانید خوبیه کازین خوبه ماشا بیا میمده شما بیروید من میآیم برای چی؟ کل کار دارم خوبیه کازیم؟ خوبه مکر جناب من با شما گپ دارم بفرما جنابتون جایی خیلی خوب از بس که من به خود قرار دادم که از شما هیچ چیز را پنهان نمی دارم باید به شما این چیز را بگویم و این سر را پنهان کردن هم ضرور نیست با خوش دامنی من اگر چی شده است جنابتون جایی؟ این دفعه خوش خبر است جناب پس بگو بشنویم جنابتون جایی از خداوند شکر گذاری میکنیم که ما را به این روزهای نیک رساند شکر گذاری را فهمیدیم که خوب می آموزانده ای آموزاندن صبر بودن را که می آموزانی آسان تر بگیر جناب خانم ابرو را تشخیص کردم خبری خوش فرزنددار می شوید میگه؟ آره جناب نخستین شخصی که شما را تبریک می گوید منم این برای من شرف است
ولی خانم ابرو از من التجا کرد که این موجه را خودش به اهلی باید برساند. اما چنان که شما میدونید این خبر خوش را من پنهان کردن نتوانستم. تشکر جنابتون جایی، شما مرا واقعا خوشحال کردید. جناب بگذاریم بین ما و شما همچون سر بیمونم. پروا نکنید، اگر ابرو این خبر را رساند من وانمود میکنم که باری یکم میشنم. Aman durmaz akar, dayan kalbim dayan, kırık kalpler yaşar. Gülen ya Gonçiz buradan da neydi bunlar Sadaf? Can Hakan, tu boya bir hırı. محترم وزیر، نخواد این قدرک بحرانی بزرگ شد. شما بحرانی از همه خورترین را انتظار بودید. اگر بین لادن دیوم میخواهید شدن یا احمدی نژاد، این راه را دوام دهید. من را هم را دوام میدهم. کودک های فلسطینی تمام شد که نوبتی بچه میمتی رسید. تا این درجه نبودگیست. قانون و قایده دیپلماتی هست محترم علمدار. من خیلی سال شد که از رأی دیپلمات شدن دست کشیدم. جنابی سروزیر زنگ زدند، از شما جواب نیست. واقعا مناسبت های ما با اسرائیل خوب نیست. این کاری که شما کردید با بالای سوخت نمکاب شد. شما را من در حالت ناگوار موندنی نبودم، ولی رفتار من درست است. من اگر به جای آنها باشم، از بس که ما آنها را در سر گناهشان داشته ایم، از پی این موضوع دیگر نمیگشتم. چی خیلی از پی این نمیگشتند؟ بسیار عادی است. ما بی خبر پرچمی ما را بالای سر ما آویختند میگویند و اعتراض میکنند. دوستم از محصولات بحری برای هر غلامان خوراک فرمودم. تل آویو این رضالت را اول از شما میپرسد. تل آویو مثل همیشه غلط میکند. بعضن شبه میکنم که ما و شما از یک ملتیم. شما به دنیا از 27,000 کیلومتر مربع نگاه میکنید، من از 9.5 میلیون کیلومتر مربع. این آن امریکایی نیست. اگر امریکا نباشد کی به شما وعده خاک و زمین میدهد؟ یک بار سرتون را خاریده اندیشه کنید. اول منفیت های ایالات متحده، بعد از آن اسرائیل. یاری دادنی پولاد علیمدار چی خیل با منفیت امریکا بود؟ از شما با من گفته میتوانید. شما گفته می توانید که منفیت جواد دیوانه چی دار منفیت اسرائیل بوده است. باید ما را از آن ابلا خلاص می کردید. چرا گوش نکردید؟ شما خود را شرمنده کنید، گناه ما چیست؟ من هیچ پروا ندارم. من برای تطبیق یک لایحه اینجا آمدم. برای عملی گرداندن این لایحه
اگر با ما کوشش مانعه ایجاد کردن میکند، او اسرائیلی است، انگلیس، آلمانی یا روس، محوش میکنند. اگر آن لایحه به حیات تطبیق نشود، امریکا نیست میشود. اگر ما در آینده حکمرانی آن لایحه گردیم، منبع‌های انرژتیکی تحت نظارت ما قرار می‌گیرد. چین و ایران و روسیه و اتحاد اروپا پیش ما به زانو می‌زنند. ما ترکیه را نظارتگری بالای آن می‌مانیم. پولاد علیمدار امروز به ما هجوم کرد، فردا به شما هجوم می‌کند. به نظر من او به هیچ چیز محدود نمی‌شود. من مثل شما نیستم، کار امروز را به فردا نمیگذارم. جناب، شما را کسی از بیرون نظارت دارد؟ مرحمت. تشکر خوارم. او شوادکا، این آدم برای چی دیر کرد؟ در راه است، می آید. برادرم؟ می مات می آید. او را نمی گویم، برادری خودم رو می گویم. صبر کن، می ماتی آید می فهمیم. خدایا، برادری من با میمتی چه ارتباطی دارد؟ نه، میمتی هم آمد. من بکشویم. به گلندان گفتید؟ به اندیشه من شما گوید بهتر است، چون که خانم گلندان بسیار آدمی حساس است. این باز به سر من آمد، همین رو میگفتید نمیشود؟ خوش آمد یکا. سلامت باش خواهرم. اکایی کدیم چی خیل است؟ شنیدم زیخ شدم. مثل شیر سلامت است. کشکی خوب باشد. چای می نوشید؟ می نوشم. یا خدا، یا این آدم کجا شد؟ دوستم، وضعی کزیم چه خیل است؟ در بیمارخانه هست و بسیار خواهده نشد، رفته بدم وضعی خوب است. با این کار تو بسیار موافق بودی، نگفتم که وضعی برادرش رو تو بگو. دوستم، آخرین مفتنیسکو شخیر، من تعذیه ایزارش میکنم. یا کسی دیگر میبود آسان میبود. میگفتمش که این خیلی جوان مرد بود و قهرمان بود. کی مرده است؟ شما خسته شدید، چای رو من میبرم.
خواهرم اینجا شین. چی شده است؟ با برادرم یکم واقعه روی داد؟ شین گفتم. راستش رو گید، قسمتم این بوده است جایش جنت شد. جواد بشرف رو کشت. ابرو من رفتم، فردا باز میام. خوب سلامت باش، تشکر که اومدی. بیمدارم گلها برای چیست؟ چیز نه، دلم خواست. تشکر جان. در گلدان بیمونم؟ نه من خودم میمونم. بپرسمش یا انتظار بشم که خودش بگوید؟ شده است تو بگو بشنوی. هیچ چیز نشده است، کمتر به حال. چرا به حال و بیمداری؟ اشتهایم گم شده است، شاید برای همین باشد. از چه سبب؟ روزهای سخت بسر بودن، شاید تاثیر اون باشد. اما چیز گذشته گر. خیر، باز چی؟ دیگر هیچ چیز. یا چیزی هست که از من پنهان می‌داری؟ صدف یک اون چیز فراموش کرده باشد. نه، عبدالحی بودگیست. سردار، من آمدم. خیر، دیگر در پسی در میستی؟ شکر که شفا یافتی انگا. سلامت باش. عبدالله خانه کاری گذار، من حاضر میایم.
ما کمتر کار داریم. تو از من خواهشی نداری؟ نه. عبدالحی آمده است، یک مصلحت داریم. خوب بخواهی برو استراحت کن. نه بسیار خستم. خوبم، برات نمیرنجی؟ چرا میرنجیدم؟ این طور باشد به شما خلال نمیرسود. خبر یافتید؟ چند پیشتر تونجا خبر داد. یانگا خودش نگفت؟ نه، ابرو حالا خودش نگفته است. من گل خریده آمدم، چندان که کوشش کردم قائل نشد. خیر، انتظار می شویم. عبدالحی، اینقدر دور و دراز انتظار شدیم و اندکی دیگر نمی توانیم. اگر ما بسیار می خواهیم که امنیت کنفرانس پورا تامین باشد. عادی ترین تظاهرات را تحمل کرده نمیتوانم، تا چی رسد به درهم برهمی و تظاهرات کلان. جناب، پلیس شهر استانبول همه را سخت تاکید کرده است. هم والی شهر، هم مدیر امنیت اجرای فرمایش های خود را شخصا نظارت میکردند. در سمت کار اسرائیلی ها یکان جنبشی هست؟ نه جناب، وزیرشان نیت شرکت ورزیدن داشته است. این کار آنها چطور خونسردانه قبول میکرده باشند؟ من هیچ نمیفهمم. اظهار کردند که آن جایی که پولاد علیمدار زده در آمده است با آنها تعلق نداشته بوده است. ماشین را کجا بمانیم محترم مشاور؟ طبق پروتکل یا در بیرون بنا؟ جناب، مطمئنم که این مقابل پروتکل نیست. مقابل هم دارد. آنجا دایره هایی می شوند که زیر نفوذ عراق شمالی و اسرائیل هند، مخصوصا به لایحه شما ضربه زدنی هند. یعنی چی؟ گفتنی هند که تشکیلات خلق سلاح نکند؟ آن تشکیلات یک چیز یک لخت بوتو نیست جناب. محترم مشاور درست می گوید. تشکیلات بخش های مختلف و فراوان دارد. اگر یک گروه آنها را امریکا یاری دهد، گروه دیگرش را اسرائیل یارمندی می کند تا عملیاتی تروریستی خیش را انجام بدهند. مقابلیت کنید. بینید با فعالیت تروریستیشان با چه روزها رسیدیم. جناب، در داخل آنهایی که با فعالیت گلادیاچیگی مشغولند، درسترش مشغول بودند، جاسوسان اسرائیل عمل میکنند. ما آنها را نمیدانیم که کیند، کی نیستند. وقتی که ما کوششی برهم زدنی آن تشکیلات را میکنیم، ضربه اساسی را از آنها میخوریم. یعنی چی مشاور؟ ما باید با این تشکیلات ارتباط درست کنیم. کی؟ با کی باید در تماس شود؟ اسکندر بزرگ از نام دولت با یکی از شاخه های تشکیلات همکاری میکرد، استفاده اشان میبرد. همان اسکندر و همان آدمی که با او استفاده اشان برده ترکیه رو به این حالت آوردند. اکنون اسکندر نیست، لیکن آدم هایی که استفاده می برد هستند. دولت باید آن آدم ها را از نو استفاده برد. کی باید استفاده ببرد؟ و کی باید باور کرد؟ جناب، ملاقاتی غیر رسمی با آنها دیگر چیز است و آنها را کوشش استفاده بردن دیگر چیز. ما در اروپا با بعضی اشان در تماس بودیم، اما ملاقاتی ما دو طرفه بود. بازیه که محترم مشاور پیشنهاد دارند، اندیشه من بسیار خوفناک است. جناب، اندیشه محترم مشاور بسیار خوفناک است. اگر ما کسی را یافته توانیم که شهروندان کرد و ترک ما را به افاقه آورده تواند، این لایحه به حیات تطبیق می شود. چه
چندان که امریکا برای مبارزه علیه ترور وعده بدهد، ما مسئله این به نظام در آوردن تشکیلات را فصل کرده نمیتوانیم. در یک لحظه حساس مسئله تشکیلات را مقابل خود ما استفاده میکنند. این را من مثل پنجه میدونم. اگر ما تشکیلات را زیر نظارت خودمان مستقیما نگیریم، آن مسئله حل ناپذیر است. به خاطرم یک کس آمد جناب. کی بوده است؟ پولاد علیمدار. بیمار ما از شدت بلندی قند اذیت میکشد. در مدتی که اینجا بود بهبودی پیدا نشد. من شخصا امیدم را کندم. خودش نیز از ما طلب ندارد. من هم به جای او میشدم هیچ چیز دیگر طلب نمیکردم. جای رفتن هم ندارد جز محبس. شکری خدا امروز کارها برار گرید. مال نخستین رو بر روسیه فریست دادیم. این مبارکت باد جوهرم. برو مسئله باج و خراج دولت را ببین. لیکن من حیرانم زیر کدام بالی دولت بشویم برای این مواد مخدرم. واقعا تا ای بالی کی بشویم؟ من همین را از تو میپرسم، تو باز از من میپرسی؟ تاها من میگویم که ذخیره کنیم. در حقیقت حال اسکندر بیگ بد است. تاها همین خیل میگویم. همین خیل با نمود بکنند بچه هم. تو بد باور کردی. آها یارن و تو را گردی انگشتارشان بازی میدرارن. خیر ما چه خیل میکنیم؟ میرویم دستمان را بخی گوشش میگذاریم. کوزینده است یا مرده؟ چیزی بسیار نفرت آور با گوش بازی کردن است برای او. تقاد کارش را میکنند. در یک دو دقیقه میفهمند که گپ در کجاست. بارون فیلر با ما خیانت کرد. جواب این خیانت را با او دادن در کار است. خیانت؟ آرون فیلر با گلادیوچو هم کار میکرده است. اما نسبت اسکندری بزرگ باشد مسئله تماما دیگر است. وضعیت اسکندری بزرگ را به شما گفتن جناب؟ من اسکندری بزرگ را از بیمارخانه که بستریس میگیرم و تبابتش میکنم. پولاد علیمدار با شما هم فکر است. او خواهش کرد که پرونده اسکندری بزرگ را از محکمه بدهد. او میگوید که شاهدان پنهانی را خطر تهدید دارد. از آنها بسیار چیزها را دانستن ممکن است. از شاهدان پنهانی یکی شمی بوده است. آره. شاید آنها رو کشته باشند، اینک میبینید پیرم. حیات دیگرانشان هم در خطر است. خودکشی کرده بودند. انتظار شویم که دیگرانشان هم خودکشی کنند. آره اگر در کار باشد.
وقتی که حالت فوق‌العاده رخ میدهد آنها میدانند که چخیل به ما خبر رسانند. شاید با بیمارخانه رویم. نه خوبم. مادرت را بیارم. برای چی؟ برای پیشت استادن. صدف روزان میزنم میوید. برای چی درد دیدت را به صدف میگویی به من نمیگویی؟ صدف به تو یکون گفت؟ گفت؟ نه. یکون کسی دیگر چیزی گفت؟ چی باید بگویه؟ چرا دانستم میخوابی؟ چیزی را که نمیدانم باید به من بگویی. من با تو گپ دارم ولی حاضر نی. برای چی؟ آخر تو از میرفتن داری. خیر، هرگاه که خواستی. وقتی که برگشتی بعد صحبت میکنیم. خیر، هرگاه که تو بخواهی. چه خیر یکی شکلیه؟ بهتر شدن جناب. آفرین که از ناامیدی بر اومدی. همش تو فایل شماست. تشکر از شما که امیدی نو به زندگی به من دادید. هر کس امیدش رو خودش به دل میپرورد. تنها آدمی ناامید التجا میکند. شما درست میگوید. زنی پولا دلیم دار نزدیکترین آدمش را چی خیلی میکشد؟ بسیار دانستان میخواستم. برای او نگاه کردن میخواستم. هرچی که میگفتم باور نمیکرد. سرکشی که کرد غلط میکند. دیروز یک کس مرد. امروز یک کسی دیگر. فردا باز یک کسی دیگر. شاید پیرمان مردن شاهدان پنهانی را میخواهد. اگر خودش میخواست به من چرا نمیگوید؟ سردار، این کار پیرمان سر بسیار دارد. بیا ما کارهای خدا ما رو کنیم. درون بینامه درهای همه جا پوری پولیس و جاسوس دقیقه همشون البته با ما می شود. یک چای می خوریم و می رویم. میمتی هر ساحه بی خطر یک جای ضعف دارد. برای همون جای سوس رو برهم زدن تدبیرها می اندیشند. واقعا سردار، میمتی درست می گوید. اینجا چی جای اندیشه است؟ از اون که شما لورنس رو میکشید این یک طرفی کار است. اگر در آمده او رو بکشیم خودمون نیز کشته میشویم. سردار، بلوط رو هم جلب کنیم. سرش پر از چنین چیزهاست. او در پهلوی داود این خیلی کارها رو بسیار کرده است. میمتی، برای همین چیز جانم رو اینقدر غم بده؟ هرچی شده است؟ چه ضرر دارد؟ خودت میدونی ممتی. دوستم اینجا بیا. یک نظر همین کارو باز یک بار دیگر ببین. چه خبر اون سال؟ محترم سروزیر از نام دولت میخواد که شما با تشکیلات به تماس براید. این به دلیل آن چیز است که من به زمین و خاک در آمدم که بیرق اسرائیل آویخته شده است. ینگا جانی لایق شما نیست، اما در یک لحظه دشمن را نیست میکند. تیر میپراند؟ البته میپراند.
نمی پران می آوردم اگر چی خیلی استفاده بودنش رو می دانید اگر خواهید من نشون می دیم می دونم میرهان جان این خوبیت رو هیچ گفت فراموش نمی کنم راستش این پیشنیاد رو به سروزیر من کردم برای با تشکیلات ارتباط داشتن دولت و جز شما کسی را سزاوار نمی داند یعنی هیچ چیز دیگر مرا شفاعت نمی کند جز این کار همین خیلی؟ نخواد چنین گمان کنید شما به من کار را بگویید این داد و گریف به شما نمی زیبد چرا این خیلی می گویید؟ جناب یونسل من اصلا کار می کنم منفعت آن را به نظر نمی گیرم شما باری دیده اید که من به منفعت شخصی خودم کار می کرده باشم شما هرگز این را ندیده اید من به این کار دست نمی زنم این از ادای وظیفه دست کشیدن نیست مگر؟ ترس من از آن است که هر وظیفه را سزاوار باید انجام داد هر کس باید کاری خودش را کند دولت تشکیلات را گرفتن می خواهد بگیرد من کار گلادیه های داخلی را تمام کردم مگر که تشکیلات را تمام کنم آنها همراه کار می کنند همراه نه اهل تشکیلات در فرمانی آنهاست من هم می دانم که کی در فرمانی کیست خیلی چی کار کنیم تماشا گردشینیم چی کردن می خواهید بیاید با من یاری دهید که فردا آرون فلر را از کنفرانس بگیری می شود جایی از همه ضعیف لیفت است در لیفت چی کار میکنیم؟ من نمیگویم که چی کار میکنیم تأمین بی خطری در لیفت بسیار مشکل است در بینا چند لیفت است؟ 4 تا باتالور از همه نزدیک این دو تاش جایی نظارت برای امنیت در کجاست؟ لبایانگه سردار ملاقات دارد همین که برامد آگاهش میکنم بعد برامدم میرویم کامیرای نظارت من حتما میرسونم من میروم کجا میروی عبدالحی؟ ما هم میرویم برادر بلندم رو بخور میسپاریم من مجبورم که میروم برای وصیت پدری ابرو بعضی کارها رو در وزارت عدلیه انجام دادن لازم است عبدالحی رو ببین حلالت بود تو هم طرز کار مافیوزها رو خوب آموخته ای خودت میکشی و باز میروی شاهدی میدی که کشتند درونش مغز دارد یا خالی جوهرم مقرر است که مغز و چغز ندارد خیر جوهرم گفتیم که یکون چیز بخریم سکندر بگ در فکر لخمه نیست مرا بیند بس است لیکن آخر دست خالی مگر ایالت بیمار می روند دکتر گفتن که بسیار نیستند گب و حرف را می فهمد هیچ می فهمد و گب زده نمی تواند تشکر خوهرم تشکر کو بینیم جوهرم تشکر جانم سلام علیکم اسکندر بیگ هیچ میدانی که روزها از شمال در آمدن ها از شرق قسمان ایرانی ها از غرب یونانی ها ارمنی ها را هم بگویم ای وای دری همه آنها را خودمان کشادیم دولت پاره پاره گشته است مادران در فریاد و فغانند و کودکان ما را می کشند دختران پی قیقال امان را حرام می کنند آن شیران و سالاران و بزرگان این ملت کجایند که ما را از این رزالت رها کنند می گویند آقا،
در این میان تو آمدن من همین قدر تغییرات شد مگر؟ وای 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 صد افسوس، این اسکندر بیگ تماما دیگر شده است. تو مرا میشنوی؟ مرا دوست میداری ها؟ اصلا چیزی را نمیفهمد، بستت را کشا جوهرم. آقا او این آدم بیماری قند دارد کن. برای اونه خودم میخورم، قندم کم شده است. من بیبرمت، پیش بچه های من میروی. من تو را میگویم، من تو را خودم نگاه و بین میکنم. خودم نگاه و بینم میکنم. بده جوهرم، لخمه را بویش برآمد آمدن. عیاده تمام شد، اسکندری بزرگ را طبابت میبریم. بفرماییم بفرماییم. اجازت بده همه اشان را بکشم. تقام اینا جاسوسانند. کو بفهم از کدام ملتند. چه میستی؟ بیرا بفهم. میرویم یانگا. حضور میبرویم. پیزنی، من آجای گونیم، روزنامه‌نگار، با شما در یک موضوع مهم صحبت کردنیم. با کی صحبت میخواهی؟ با عبدالله اکبر صحبت کردن میخواهم. دوستم غلط کرده ای. عبدالله بای، مرا حقی نزد شما فرستاد، گفت که نام او را بگیرم با من صحبت نکرده ای. با هیچ کس صحبت کردن نمیخواهم. حقی بای گفت که برو با او صحبت کن، او مشکلات دارد. مشکلی هم ندارم، سری مرا گرم نکن. لیفت بهترین فکر است، ولی لارنس با لیفت میششته باشد. امریکایی ها در همین مهمان خانه هم گفتید؟ همونجا هم. پس حتما یک صحبت خاصه می آرایند، خودش را آشکار می کند. سردار، اگر آشکار نکند مجبورش میکنیم. این چه خیل میشود؟ جنجال و خرخشه تشکیل میکنیم و خاطر امنیت بپا میخزیم. این کار خطرناک است، احتیاط شدن در کار.
سردار من باید روم. ما و بلود همراه می برایم. تو راست مهمان خانه بیا. خوب شده است. سلام علیکم. علیکم السلام. برای اظهار تعزیه آمدم. دستم تعزیه ما را قبول کنید. زازه تعزیه را پیش از مراسم جنازه اظهار نمیکنند. دستم بعضن پیش از مراسم جنازه تعزیه اظهار کنی میآیند. برای بعضی ها حتی پیش از مردنشان برای اظهار تعزیه میروند. زازه برو در راه کسی رو که دیدی اشار تعزیه بکن. ما اونو از جنازه قفا نمونیم. یا خدا تو مرا دست نمیداری چی ممیتی؟ یک پیاله چای هم نفرمودی؟ تو برو کبو بینم پولاد علمدار ما را دست میداشته باشد یا او هم. سلام علیکم. و علیکم سلام. این آدمی دویمی تو مرا دست نمیداشته است. اینجا چی کار دارید؟ جوهر بچم، من ترا نگفته بودم که اسکندر بیگ دشمنی پولاد علمدار است. یا نزدی اون نرمیم. اگر بگویم که اسکندر را اسرائیل ها دوزیده بردن، تنها یک آهی سبوک میکشد و به من چی میگوید؟ کدام اسکندر را؟ یک اسکندر بیگ هست که حالا نمرده است. گفتم بیروم پیشش پیهیلی بخواهم. من از کجا میدارم که کار این خیلی رنگ میگیرد؟ در یک صندوق بیچاره را انداختند و بردندش. کجا بردند؟ جان تو از منکر نکیر هم بیچار پرسیدی. من چی میدارم که کجا بردندش؟ اگر میدانستم حتما به همانجا میرفتم. پیشی تو میامدم اگر. برای با من اومدن تشکر. من از تو مینت دارم. جوی تشکر ندارد. خانه برم ینگه. پردو اول بسری گوری پدرم بروی. وزیرم میتوانی بروی. مایلش ینگه. برای رفتن آماده ایم. دیگر نمیدانم خوب کردم نزی تا آمدم یا اینکه بد کردم. راستی نمیدانم. خوب کردی. معلوماتی که آوردی برای من بسیار مهم است. دیگر معلومات ها هم داده میتوانیم. من این دفعه نمیدانم که راستی تگی کدام چتر خود را بگیریم تا از باران و برف پناه ببریم. راستی در این مسئله دشواری میکشیم. چتر ما کلان است. از باد و باران هم حفظ میکند. از تیر و تفنگ هم. اما تو سخنی مرا گوش بکن. من در این سن و سال دیگر هیچ چیز را گوش کردن نمیتوانم. آن چیزی که من گوش کردن میتوانم یک دو سرود خوب است و بس. اگر تو مرا گوش کردن نتوانی بسیار مجبورت میکنند که گوش کنی. همین خیل. قسم به خدا که آن کاری سرود را در یک وقتی تنگ حل و فصل کردن نمیشود. من شما را به یک ضیافت دعوت میکنم. شما تشریف بیاورید و شما من سرودهایم را میخوانم. بعد شما میگوید که کجاش را بلند خواندم، کجاش را پس گرفتم. میشود؟ خوب خوب. خیر من رفتم. تو چی میگوی جوهر؟ علمدار مرا دوست داشت یا نه؟ تاها کسی تو را دوست نمیدارد. مرده بود. بگذار تو مرده باد و زنده باد را. با خدا که تقا من آدمانی پدرم را میدانم که دوست میدارن یا نی. ولی این آدمانی دولتی تو بسیار مردمانی غریبن. هیچ معلوم نیست که دوست میدارن یا نی. درست میگه جوهرم.
این فرزندان دولت مثلی محمودی سرتراشن که در دستشان پاکوست، اگر درست رفتار بکنی سرت را میتراشند، نادرست باشی سرت را میبرند. پدر قصور، آدمی اقدار با همین اسکندر همکاری میکند مگر؟ سردار، اسکندر را اسرائیلی ها چه میکرده باشند؟ فلجش رو تبابت میکنن، دیگر چیکارش میکردن؟ تبابت میکنم تا آخری عمرت خدمتی مرا میکنی. خداوند شما را رسان نعمتی بای. باز چی شد؟ خانم گرندو بدی همی را میگوید. شوخی میکند. علی نعمتی را پرتافته کجا میرود؟ اینه جناب، بجای خوب ده کس را یافته است، لباسهایش را هم جمع کرده است، برای خریدن بلیت کس فرستاده است، مرا هیچ گوش نمی کند. لطفا شما با گفتگو کنید. آگوشت رو نگاه جورم. تو چیکار کرده ایستاده ای؟ هیچ کس با من کاردار نشود، من می روم. کجا می روی؟ دهم. اونجا کسی داری؟ هیچ کس ندارم. بعد باز با کجا می روی؟ گفتم کدی هم می روم. اونجا کی داری؟ یک خواهر. خیر او بیاید پیش تو، تو نرمی نمی شود. آمده نمی تواند کار می کنم. خوب علی محمد رو هر دویتا نگاه کنید. من دیگر کار نمی کنم. خوب علی محمد رو هر دو نگاه می کنید. من چی ناز کنم؟ چرا شما مرا نمی فهمید؟ من اینجا یک برادر داشتم، اونم رفت. من برای چی اینجا ایستم؟ من برادر تو نیستم مگر؟ اون دیگر بود، دیگر. بعد این دیگر و دیگر نیست. خداوند یک برادرت رو برد، دیگرش رو داد. اکنون تو خواهر اصلی منی، علی محمد جیانی اصلیت. این با گفتن نوستم. اماش خوب می شود، بیا تو رو با آغوش گیرم. حالا تو رو با شوهر می دیم و هیچ کجا نمی روی. خدا نکنه من اون دیوانه رو نمی خواهم. شب را اشته تقدیم میکند. تو میمتی را انتظار بشو، همین که آمد در اون داره. خوب سردار. سلامت باشی. نامتون؟ پولاد علیمدار. دعوت نامه ندارید؟ بکابید، باید اگانجا باشد، شاید در روی خطی مخفیست. یکان مشکلی هست؟ این کس دعوت نامه ندارم. این کس مهمانی منند.
دستور را میدانید کن. دستور را من میدیم. من به شما از این زیاد یاری داده نمیتوانم. دیگرش را من خودم حل میکنم. پولاد، پروتکل امنیت بسیار سخت است. هوشیار شوید، بیرون برآمدن نمیتوانید. اگر دیگر آدمان امنیت اکثرا امریکایی اند، امر فرمان من نمیگذرد. امریکایی ها ما را میشناسند. شما آسوده باشید. معلوم است هر مناقشه ای که میان سنی و شیعه ها، کرد و عرب و ترک ها در کشورهای جداگانه رخ میدهد، شرق نزدیک را در مجموع آرام نمی گذارد. مناقشه ها در عراق که سرشار از نفت می باشد رفشندر است. گذشته از آن، این تنها در دوخم اسرائیل و برخی کشورهای غرب نیست، یک مسئله بسیار بزرگ است. ببینید وقتهای آخر در یمن شیعه ها وبا خستند. در ایران و نیم جزیره عرب به خاطر تأمین استقرار و ثبات خود شورشگران را دستگیری میکنند. امروز عرب ها، فردا شاید ترک ها و پرسیدن آغاز میکنند که این چی گپ و کار است و ما به کجا روانه. کمتر دیگر نمی اومدی خوابم می بردستم. اشکار میکنیم. با ما در باره بمبا خبر دادند. با کجا می بریم؟ پسی بینا می بزاریم. انسانیت هیچ چنین امکاناتی استحصال و احتیاج به مواد سوخت را که در عصر 21 دارد نداشت. استفاده از آن اکنون برای همه معلوم است و استفاده آن هم به مقدار و هم به صفت در حالی که اهالی افزایش دارد بسیار مهم است. در یک طرف ما انرژی هسته‌ای داریم، از طرف دیگر انرژی ارگانیکی مثل نفت و گاز طبیعی که خیلی فراوان استفاده می شود. حکومت ایالات متحده امریکا موقع معین نسبت این مسئله دارد. ما قاطعاً مقابل هر پروژه هستیم که آن می تواند امروز برای انسانیت خوفناک باشد. و برادر در بینا بمب گذاشتند. Who are you? ای بس که تو زبان خارجی را نمیدانی. بیا من ترجمانی تو شوم. این جناب پریزیدنت است. فلودلی دار اینجا چیکار دارد؟ اگر مقابلت میکردیم و از خراب میگشت میدونید که برای همین من شخصا او را دعوت کردم. با این پهنا و وسعت استریم آدم روزی نیست که یک بحران دیپلماتی ایجاد نکند. اگر همین جو یگان قهرمانی بکند نمیدانم چطور او را تنبیه بدهم که چطور شود. محترم سروزیر، اون سلفایی بسیار درست کرده است. در این نظامی که امنیت دارد گمان است که یک خودش تنها کاری کرده بیتواند. کانهای نوی نفت تا پراکنده شدن حاضرین میخواهم هر دویتان همراه وای باشید و از با هر سیتان گپی مخصوص دارم. تو بسیار شوخ شده ای و تو میزبد. اتیکت را بسیار خوب استفاده بردن لازم. کرد میستر کرد بگوی. بگذار رسمی باشد. موضوع گزارش دوستان عزیز ما
همه ما را متوجه کردند. اما از همه مهم آن چیز بود که ما کانهای موجوده را باید طور استفاده بریم که برای کشوری صاحب آن و هم استفاده برنده آن سودمند باشد. حتی در آن روزها ما هم برای صاحب شدن مواد سوخت و راه انتقال آن بعضی نیروها به واسطه سلاح تهدید میکنند. سلام علیکم. روشن فکرون هم اکنون هم در ایران هم در ترکیه یک چیز را با اصرار پرسانند. مادام که چشمه های نفت رو به خشک شدن دارند، مگر خوبتر نیست بجای هزارها هزار عسکر و تیاره و کشتی ها را در این منطقه نگاه داشتن، منبع های مواد سوخت را کشف کنند؟ اینها چه خیل امریکایین؟ افتشان را بینید دوستان، اینها گبر را نمیفهمند. اکنون فهمیدند. انتقال نفت عراق به کشورهای اروپا موضوع بحث ما با بعضی کشورهای همسایه امون است. تجارت میان کشورهای منطقه که روز به روز در ترقی است، هر کشور را وادار می کند که در باره مناسبت های یکدیگری و اعتماد به یکدیگر اندیشه کند. گاه گاه بعضی روزنامه‌نگاران می پرسند که چگونه مسئله خلع سلاح اروپا را حل باید کرد. برای چی این طور می پرسند؟ چیزی معلوم است. اما شما باید بدانید که کشور ما روزهای بسیار وزنین را بسر برده است. دیگر امروز هم هر باره که در بغداد یگان ترکشی می شود، ما حل هر مسئله دیگر را یک لحظه موقوف می گذاریم. وقتی که ما در باره اهمیت شرق نزدیک میگوییم، ما را پیش از همه آن چیز متوجه میکند که آن کشورها. من از اندیشه های دوستان خارجی هم چند است که خجیلم، برای همین آمدم که گوش کنم. اگر فرصت بشود شناس بشویم. من هم طبیعی است که اندیشه هایم را ابراز داشتم. متاسفانه اینجا فرصت فراهم نمی آید. محترم سروزیر، این روز را برای شناس رویدن شما موافق نمی شما. شما می ترسید که کارو خراب میکنم؟ اینجا من مردمان این منطقه کاشته چیکار کرده هم می توانستم ببینید. در گوشهای آن شرایط تماما دیگر قرار پشت شخصی نخستین هر کجا که اسباب های گوناگون است آنجا رخ دادن. شاید گزارش ها رو هم گوش میکنن. در هر در و دیوار چند تای پاسبان ایستاده است. او افغانستان از عقل بیگانه نشدم که مختار نااندیشیده ای کن. سخن نوبتی را به محترم سروزیر ترکیه میدهیم. از همه اول تمام اشتراکچیان کنفرانس را خوش آمده گفتن می خواهم. ما بسیار ممنونیم که شاهد حل و فصل شدن مسئله مهم منطقه که حل بحث آنها از نسل به نسل می گذشت می گردیم. ما می بینیم که این طور شرق نزدیک به هیچ مجبوریت و در شرایط پرهی آسایشتگی و استقرار به مجرای عمومی ترقیات جهانی می پیوندد. خط انتقال مواد سوخت که از کناره های بحر خزر و شرق نزدیک تا به اروپا می رود، گواهی استقرار و آسایشتگی
و ترقیاتی در این منطقه می باشد. ناف چیزیست که ما رو وادار میکنن تا میان یکدیگر شرطنامه‌های دو جانبه ببندیم یا مناسبت میان یکدیگرمون رو روشن ایزور کنیم. من باوری دارم که مبارزه میان بریتانیای کبیر، کشورهای خیلی نزدیک با منبع‌های مواد سوخت و هولمون و فرانسه که از منبع‌های انرژتیکی بودن جز محبت نیست. ما مردم اتحاد اروپا دو خط انتقال مواد سوخت رو از جنوب شمال بحر خزر انتظاریم. استقرار این انتقال مواد سوخت گفتن است و این در عین زمان همکاری تمام کشورهای منطقه که ایران را نیز فرا میگیرد میباشد. دوستم، آنها در آشیانه 12 ملاقات برپا میکنند. امنیت در آشیانه آخرین است. سر خبر میدیم. محترم سروزیر، جنابان، دوستان ارجمند، همه کسانی که نطق ایراد کردن ضرورت حمایت امنیت انرژتیکی و همکاری کشورهای منطقه را تاکید کردند. بد است که هر کشور در ارتباط با این مسئله چی میل و خواهش دارد، ولی ما میدانیم که به شرکت ورزیدن هر کشور تأمین پایداری و ترقیات امکان ناپذیر است. هر کشور باید سهم خود را داشته باشد. توجه کنید، بار خود را ببرد و عربش را کشیده تواند. عرب ها و ترک ها ببخشید. و جهان مادامی که بران فعل مشخص نمیشوید با من جزا باوری بخش و همیشگی و منبع‌های انرژتیکی خواهند داشت. تشکر. سوی لیفت می رود. مایلش میمتی. بولو دلیم دار کجاست؟ بر آمده رفت جناب. آدم در لیفت است، چنان که مصلحت کرده بودیم. میمتی
من هم شما را انتظار بودم محترم علیم دار. خرسند شدم که تو را حیران نکردم. نمی پرسید که برای چه شما را انتظار بودم؟ برای آن که عجلت آمده است. درست است که عجل آمده است، حتی دو عجل. چی شد دوستم؟ کی می دانم؟ و من هم خیلی پسند می آید که دشمن من انتخاب کرده می تواند. برای همین پرسیدن می خواستم کدامش عزیز است، عبدالحی یا زوجه دبرو؟ Ассалому алейкум, достон. Агар ки ба шумо чиптаҳои ҳавопаймо ба дилхоҳ давлатҳои рӯи дунё лозим бошад, пас ба авиакасаи тақдир муроҷиат намоед. Мо ба шумо кӯмак хоҳем кард. Чиптаҳои мо дорои кафолат, яъне вазорат обмен дорад. Бо дили пур, бо нархи дастрасу арзон метавонед харидорӣ намоед. Авиакасаи тақдир дар хизмати мо ва шумост.